سازمان اتحاد علیه ایران اتمی موسوم به یوانی روز گذشته سه‌شنبه میزبان شماری از مقامات کنونی و پیشین بلندپایه سیاسی دولت آمریکا و جهان بود. هدف این نشست کارشناسی بررسی ابعاد اقتصادی سیاسی نظامی برجام در زمانی که زمزمه‌های احتمال عدم گواهی پایبندی ایران به برجام از سوی دولت پرزیدنت ترامپ شنیده می‌شود بود. دو تن از پایه‌گذاران این سازمان در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا معتقدند که عدم تایید برجام توسط پرزیدنت ترامپ عملاً پیامی خوش برای مردم ایران است. گزارشی از فرهاد پولادی. در نشست روز سه‌شنبه شرکت کنندگان به بحث درباره جوانب مختلف اجرای برجام توسط جمهوری اسلامی ایران پس از دستیابی به آن پرداختند. مطلب مشترک ارائه شده توسط همه شرکت کنندگان که از مقامات کنونی و پیشین آمریکا و جهان بودند بر این امر استوار بود که تهران در اجرای برجام تخطی داشته و دستیابی به برجام آنها را از گسترش چتر نفوذشان در منطقه از طریق حمایت از گروه‌های تروریستی نکاسته است. این سخنرانی‌ها در حالی انجام گرفت که پرزیدنت ترامپ قرار است تصمیم خود را درباره گواهی التزام ایران به برجام را در نیمه ماه آینده میلادی اعلام کند. امری که عمده شرکت کنندگان بر این باور بودند که بر پایه شواهد و قرائن احتمالاً محقق نخواهد شد. جوزف لیبرمن، نامزد معاون رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات سال 2000، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا بر این باور است که عدم تایید این گواهی از سوی پرزیدنت ترامپ عملاً خبر خوشی برای مردم ایران است. If the Trump administration decertifies the Iran nuclear agreement, اگر دولت پرزیدنت ترامپ گواهی پایبندی ایران به برجام را تایید نکند، دو مسئله به همراه خواهد داشت. اولا، یعنی همان گونه که پرزیدنت ترامپ بارها گفتند، این توافق بدی است و وی با ارائه ادله و مستندات آن را مشخص خواهد کرد. و در ثانی، مردم ایران که عمده آنها از رژیم حمایت نمی کنند متوجه خواهند شد که آنها در واشنگتن حامی دارند. آقای لیبرمن افزود که وقت آن رسیده که دولت پرزیدنت ترامپ با اتخاذ سیاست مشابهی که در زمان جنگ سرد علیه شوروی اتخاذ شده بود از گروه های مخالف جمهوری اسلامی ایران قویاً حمایت کند. طی نزدیک به 9 ماهی که از حضور پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید می گذرد او بر پایه مصوبه کنگره دوبار گواهی تایید التزام ایران به برجام را امضا کرده است. اما هر بار اعلام کرده که ایران با ادامه سیاست‌های مخرب در خاورمیانه و آزمایش موشک بالستیک روح برجام را نقض کرده است. مارک والاس، رئیس اتحاد علیه ایران هسته‌ای و مقام پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد نیز به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که ملت ایران با درک بالا می‌داند که هدف از اعمال تحریم مردم نیستند، بلکه به گفته او رژیم سرکوبگر تهران است. من گمان نمی کنم که مردم ایران این را ندانند که آمریکا با آنها دشمنی ندارد. مردم ایران به ویژه قشر متوسط تحصیل کرده تحت فشار رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستند. مردم ایران این تشخیص را می دهند که رژیم حاکم بر آنها مسبب تمامی مشکلاتشان است و تمام فشارهای بین المللی به خاطر اقدامات رژیم است. مردم ایران این را می‌دانند که هیچ یک از تحریم‌ها علیه آنها نیست و هدف صرفاً رژیم سرکوبگر حاکم است. شرکت کنندگان در این اجلاس نقض فاحش حقوق بشر در ایران، هم از زندانی کردن مخالفین، اعدام‌ها در ملأ عام و زندانی کردن افراد با تابعیت دوگانه را به عنوان دلایل دیگری که برجام نتوانسته در رفتار مقامات تهران تغییرات مثبتی ایجاد کند اشاره کردند. پرزیدنت ترامپ قرار است تصمیم خود را درباره گواهی برجام در نیمه ماه اکتبر اواخر مهر اعلام کند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.